حق شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين نوروا تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أي عاشقا مبارك ماه ولادت آمد آن گوهر درفشان شمع رسالت آمد از جمع هاشمیان خورشید حق طلوع کرد کان ماه آسمانی بهر هدایت آمد دنیا تولدی یافت کن نازنین بیامد در فصل نوبهاران ماه امامت آمد بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم خدای قادر سبحان رو متشکر و سپاسگزارم از اینکه چنین توفیقی رو و فرصت و مجالی رو در اختیار بنده قرار داد تا در جمع گرم و صمیمی شما مردم مؤمن و مسلمان منطقه سرباز جوانان غیور و دین دوست پدرهای بزرگوار و کرام و علمای اعلام شرف و حضور پیدا کنم خدای عز و جل رو بر این احسانش قدردان و سپاسگزارم و از عزیزانی که مسبب خیر شدن به کرات زنگ زدن تا اینکه این دیدار و این گفتگو و گفتمان و این حضور بسیار پرشور جوانان و دیدار ما با این عزیزان نصیب ما شد قدردانی می کنم به ویژه جناب مولانا محمد عمر حفظه الله و جناب مولوی دوست محمد امام جمعه محترم این مسجد و این دیار از خدای متعال برای همه علمای ربانی و برای همه علمای مخلص طول عمر با عزت رو مسئلت می کنم من باید از مقدمه چینی ها بکاهم و با سرعت 180 درجه در ساعت مطلبم رو برسونم که جوانهای عزیز ما در راسک منتظرند و ما دوست نداریم عزیزان رو به انتظار بگذاریم زیرا مقوله ایست که میگن اگر تازیانه را به دستم دهن که بزن اولین تازیانه بر انتظار خواهم زد و ملاها هم یک ضرب المثل داره میگه انتظار و اشد من القتل انتظار از قتل هم سخت‌تره به هر حال خدا بکنه که ما سریع جمع جور بکنیم عادت خیلی بدی دارم که پشت منبر که میرم دیگه خیلی زود نمیشه که بیام پایین چون که جوانها رو خیلی دوست داریم و میخوایم انشالله لب مطلب رو برسونیم به هر حال دقایقی که در خدمت شما سروران هستم پیرامون پیام‌ها، ارمغان‌ها، تحفه‌ها و هدایای گرانبها و با ارزش رسول اکرم با توجه به اینکه ما در ماه ربیع الاول میلاد
ایجاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داریم، کلمات شکسته ای عرض کنم. اگرچه که رسول خدا به تعبیر قرآن عظیم الشان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آن حضرت تمامی زندگیش، حرکاتش، سکناتش، رفت و آمدش، حیاتش مایه رحمت، نماد عطوفت و محبت و نمایش نامی از لطف و رحمت برای جهانیان بود، نه تنها برای مسلمین. اما به طور ویژه و به طور خصوص من 4 تا از هدایای ارزشمند اون حضرت رو خدمت شما عرض می کنم، به امید آن که پروردگار عالم به همه ما توفیق بده تا بتونیم این هدایا و این تحفه ها و این کادوهای ارزشمند آن بزرگوار رو در زندگی خودمان پیاده بکنیم انشاءالله. برای این که ما متوجه بشیم شخصیت واقعی آن حضرت رو و پیام هایی که ایشون آوردن و تحول و انقلابی که در میان عربها ایجاد کردند و چطور توانستند ریشه و هسته جرثومه جاهلیت رو از ریشه و بنیاد بکنند، جا دارد پرتوی بیفکنیم بر حالات و احوال و جوی که حاکم بود بر سرزمین عرب و بر تمام کره خاکی در قرن 6 و قرن 7، یعنی قرن میلاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بدون تردید قرن 6 و 7 جز به لکه‌های ننگ تاریخ بشریت به شمار می آید. ابرهای تیره جاهلیت بر فراز آسمان عالم به پرواز در آمده بود و بشریت به قدری در انحطاط اخلاقی، در رذایل اخلاقی و فکری فرو رفته بودند که خدای خودشان را فراموش کرده بودند، ارزش و بهایی برای رب العالمین قائل نبودند، در مقابل هر چیزی خم می شدند غیر از الله سبحانه و تعالی. ذائقه بشر عوض شده بود، خوبی را بدی، بدی را خوبی، زشتی را شیرینی، تلخی را شیرینی، شیرینی را تلخی، دزدی را شجاعت، قتل را شهامت، اسراف را سخاوت، همه چیز را برعکس ترجمه می کردند. وجدان بشریت مسخ شده بود و روز به روز بشریت داشت سیر قهقراهی رو به جای سیر سعودی و ترقی در دستور کار خودشون قرار داده بود. اما رسول خدا در چنین وضعیتی و در چنین برهه از زمانی قدم به عرصه ظهور گذاشت، در چنین جامعه‌ای که مملو از مفاسد اجتماعی، مملو از کثافات، مملو از بدعات، شرک و بت‌پرستی و سایر مسائل شده بود. بله، آن حضرت زمانی داره تشریف می آورد که انسانی که مدعی علم و دانش بود، شعر و ادبیات، فلسفه و سیاست، در مقابل هر چیز ناچیزی سرش رو خم می کرد و بندگی و بردگی انسانها، بردگی و بندگی بت‌ها و اصنام و سنگ‌ها و اشجار و درختان بود. به قول اقبال، آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد، او ز اخلاق غلامی ز سگان خوارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این انسانی که خدا اشرف المخلوقات خلق کرده بود، این انسانی که خدا بر او انسان بر فرشتگان خودش مباهات و افتخار می‌کرد و نام او را جز و بزرگترین مخلوقات خودش ثبت کرد، به قدری منحط شده بود، به قدری رذل و پست و زبون و خار و ذلیل گشته بود که در مقابل اشیایی که با دست خودشون می ساختن که در واقع خودشان خالق اون چیز بودند، خالق در مقابل مخلوق سجده می کرد. خرمایی رو برمی داشتند، وقتی زیبا بود، قشنگ بود و خوشمزه بود، در مقابل او سجده می کردن. این مثالی که میگن یا خدا یا خرما، یعنی همین، یعنی این خدایی از خرما درست می کردن، هر موقع که گرسنه‌شون می شد برمی داشتن خدای خودشونو می خوردن. اونجاست که میگن یا خدا یا خرما، هر دوتا نمی شه دیگه، خداشون می خوردن. پس
موقعیت اون زمان تقاضا میکرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نخستین ارمغان گرانبها و ارزشمندی رو که برای جهان بشریت تحویل بده و بیاره و کادو بکنه و تحویلشون بده، عقیده خالص و توحید و خداشناسی کامل بود. بله، آن حضرت صلی الله علیه و سلم با دید وسیع و با روزنه نبوت خودش و با عروت الوسطایی که لنفسام لها بود، توانست با اون دقت، با اون بصیرت، با اون حکمت، با اون فلسفه، با اون سیاست که من معتقدم رسول خدا در تمامی عرصه ها و در تمامی میادین، حتی پیامبر در عرصه نظامی در جنگ هایی که نیاز به عرصه و تاکتیک های مدرن جنگی اون زمان بود، پیامبر یک فرمانده به تمام معنا و در عرصه های علوم عالم به تمام معنا و در عرصه سیاست مداری سیاست مدان به تمام معنا بود. به همین خاطر توانست در مدت بسیار اندکی از همون بشری که ذائقش اینقدر عوض شده بود، از همون اعرابی که اینقدر در مقابل هر چیز خم می کردند، توحید صاف و خالصی رو به اونها بده و نشان بده که فقط بگه لا نعبد الا الله، ما هرگز این پیشانی را جز در آستانه خدا نمی ساییم و هیچ چیزی ارزش ندارد و اون کعبه‌ای که شالوده و اساس او بر برای توحید گذاشته بود، ابراهیم خلیل که برای الله عزوجلال درست کرده بود، جایگاه 360 بت شده بود و اهریمن و همه افراد می آمدن در خانه خدا، در متحرترین و مکرمترین سرزمین در مقابل بت‌ها و اهریمن‌ها سجده می‌کرد. سروران خوب گوش بدن، هر کس از در میاد حواس این تا باشه، هر کس میاد خودش میاد درود شریفی بخونید ان شاء الله. این خیلی مهمه، یه مقدار تکون بخورید به جلو. جزاکم الله ماشاءالله، جمعیت بسیار عالی است. بله، این صفحه جلو، بقیه دوستان بیان جلوتر ماشاءالله یه تکان بخورن. احسنتم جزاکم الله خیر. جوانان محترم، خیلی آرزو داشتیم و در انتظار بودیم که جوانان این منطقه سرباز رو ببینیم که همه شما به نوعی شاگردان استاد بنده و استاد علمای در حاضر در جلسه حضرت مولانا محمد عمر رحمه الله هستید و بالاخره به نوعی هم مکتب هستیم. ما و مجنون هم سبق بودیم در دیوان عشق و این دوستی و این محبت شما ما رو به اینجا کشوند. واقعیتش اینه، انشالله که بتونیم بهره برداری کامل رو بکنیم، یک صلوات محمدی و حواس ها رو هم جمع بکنیم انشالله. درود شریف بخونیم. بله، نه تنها این که این بشر رو رسول خدا با این پیام ارزشمند خودش توانست از بت‌ها و اهریمن‌ها جدا بکنه و از غیر الله به الله برسونه، نه تنها این که آمد این پیشانی که تا دیروز در مقابل هر چیزی خم می‌شد به قدری آمپول عرصه و توحید رو در رگ‌های اونها به جریان انداخت و چنان اونها را واکسینه کرد که بلال‌هایی که تا دیروز هر چیز رو صدا می کردن در بحرانی ترین وضعیات، در مشکل ترین وضعیات و حالات، هنگامی که مشرکین مکه با سنگ ها و چوب ها و شلاق ها به جان او افتاده بودن و می گفتن فقط تو از ما امداد و کمک بخواد و از محمد نعوذ بالله و از خدای او بیزاری بجو، در اینجا ترنم عشق، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. ندای احد 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 که خدا یکیست و غیری و شریکی و همتایی با خودش نداره، ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است، گرچه در فردوس نعمت ها بسیست، وصل او از هر چه خواهی خوشتر است.
بله سروران عزیز، احد احد از زبان کسی داره در میاد که 5 روز بیشتر نیست مسلمان شده و در دانشگاه رسول خدا ثبت نام کرده و زانوی تلمذ و شاگردی زده. اون عمری که تا دیروز در مقابل بت ها و اهریمن ها سرخم میکرد، امروز به حد ایمانش به ما فوق الاسباب یقینش محکم شده و چنان به عروت الوثقای الله سبحانه و تعالی دست زده که وقتی که در مقابل حجر الاسود اون سنگ بهشتی و سنگ متبرک قرار میگیرد، روبروش خطاب وای میسته، میدونی چی میگه؟ یا حجر الاسود اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ای حجر الاسود، من میدانم تو سنگی بیش نیستی، نه مالک نفعی نه مالک ضرری. تا دیروز بود لات و عزا و هبل و منات و سومنات بودن، ولیکن با وجود اون وقتی که من در دانشگاه ارقم ابن ابل ارقم ثبت نام کردم، تمامی خدایان، تمامی سنگ ها، بت ها و اهریمن ها را در زبان دار تاریخ ریختم. پس بدون تو مالک نفعی و مالک ضرر، و اگر امروز میبینی که من در مقابل تو کرنش میکنم و این لبانم را بر روی تو میگذارم، فقط به خاطر این است که من لبان محبوبم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که تو رو بوسه میداد. در غیر این صورت به خدا هرگز به تو بوسه نمیدادم. چقدر عوض شد بشریت، 180 درجه تغییر کرد. اون کسانی که تا دیروز بت‌ها رو سجده میکرد، امروز شجره بیعت الرضوان رو، درخت بیعت الرضوان رو از بیخ و بن بکنن که مبادا مردم در آینده دچار شرک و بت پرستی بشند. این تحول ایجاد شد. پیامبر چنین شاگردانی رو تربیت کرد، چنین افراد رو تربیت کرد که در هنگام شادی و غم، در خلوت و در جلوت، در تاریکی و ظلمت، در هنگام رحم و قساوت، در میدان جنگ و صلح، غیر از الله کسی رو نبینه و بگن هر کسی نازد به چیزی، ما به آن والا خدای سوی او آیا بنه هر کار دیگر این زمان، نام الله عزیزم دم به دم گوید زبان، هر زمان نامش بود درمان درد بی کسان. ای کس بی کس خدای بی شریک و بی رفیق، درد ما از حد گذشته بار لاهاده امان. اینها بودن، حتی جونشان در معرض خطر بود. آی جوان، جان چیز شیرینیه، فرزند شیرینه، حیات شیرینه، مرگ تلخه، اما حاضر نبودند که حتی یک درجه عقب نشینی بکنند از خدا پرستیشون، از عبادتشون، از تقواشون، از محبتشون با الله. امروز ما هم ادعای محبت الله رو داریم. امروز از هر کس سوال میکنه تو خدا رو دوست داری؟ میگه آره دوست دارم خدا رو، مگر ممکنه خدا رو دوست نداشته باشم؟ دوستی با خدا اینه که انسان هرچه ماسب الله هست همه رو بریز دور. عاشق کسی است که هر چیزی به غیر از خدا هست همه رو مملوک قرار بده، همه رو از بین ببره، فقط به الله سبحانه و تعالی فکر بکنه. در هنگام خوشحالیش، در هنگام غمش، هنگامی که تو مسجده، هنگامی که تو بازاره، همه جار ورد زبانش الله 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 باشه، عبادتش برای الله باشه، هنگام مشکلاتش الله باشه، هنگام تاریکی الله باشه، همه روح و روانش الله بگن، چشمش اللهی، گوشش خدایی، زبانش خدایی، اعضا و جوارحش خدایی، و قلبش محل تجلی انوار خدا بشه. عاشق نبود آن که خدا را نشناسد، بیمار نباشد که دوا را نشناسد، عالم همه از نور خدا هست،
منور. یاران چه کنم هیچ کسان را نشناسد، چون ظاهر و باطن همه از نور خدا شد. بینا نبود بینا نبود هر که مران را نشناسد. در خلق جهان سیرت انسان چون نباشد، هر کس که بود کور خدا را نشناسد. مؤمن عارف مؤمن تو اگر واقف اسرار خدایی، بگریز از آن کس که خدا را نشناسد. سبحان الله. آن کس که بود کور خدا را نشناسد. و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله الا هو گوید. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. شعرهای مولانا رو که میفهمید یعنی چی؟ جمله ذرات عالم با تو داره صحبت میکنه که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. چرا؟ انسان میگه تو نامحرمی، چون شما سوی جمادی میروید محرم جان جمادان کی شوید؟ شما خدا را گذاشتی دنبال زیارت و دنبال بت و دنبال اهریمن میگردید در هنگام مشکلات. به همین خاطر ما دیگه از شما بدمون میاد. ابر و باد و خاک و آتش زنده اند، ابر و باد و خاک و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. اینها خدا را میشناسند. برو در باغ و بستانها به چشم سر نگاهی کن، درختان مده او گویند که آن معبود بر حق است. اگر سرو و اگر ناجو، اگر بید و اگر آلو، به ذکر او درفغانند که آن معبود بر حق است. چرا ای مردک عاقل تو بی ذکر خدا باشی؟ بترس از پرسش فردا که آن معبود بر حق است. چطور انسانی باشه که خدا رو نشناسه؟ مشکل اول ما در توحیده. من چون که قرار است در نصیر آباد بحثم مقدار پیرامون شرک باشه، من فقط اثبات توحید رو اینجا میگم، خداشناسی رو میگم، که انسان تو چشمش تو گوشش تو اعضا و جوارحش نگاه بکنه که خدای متعال چه نعمتهایی رو در اختیار و قرار داده. سروران عزیز، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودشو شناخت خداشو میشناسه. ما خود ما رو نشناختیم که خدا رو گم کردیم. امروز جوان ما اگر گناه میکنه، اگر دست به معصیت میزنه، اگر در تاریکی های شب نعوذ بالله گرفتار زنا میشه، شراب و هیروئین و کوکائین و مورفین و بنگ و کریستال و چیزی که جدید آمده به نام عشق خدا، به خاطر اینه که خدا رو نمیشناسد. اسلام ارسی بهش رسیده، اون خدایی که نقل لطف کرده قبل از این که به دنیا بیای، هنوز به دنیا نیامدی، خدا میدونه که این بچه غیر از شیر مادر چیزی دیگه نمیتونه بخونه، گفت قبل از این که به دنیا بیاد پستان مادر رو پر از شیر کرد، که این بنده تازه به دنیا آمده هیچ غذایی مناسب تر از شیر مادر نیست. غم روزی مخور برهم، مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل و ایزد پر کند پستان مادر را. الله الله الله. قبل از این که به دنیا بیای، چقدر بدیم که وقتی که به دنیا میایم به فکر این نیستیم که اون کسی که دندان دهد دان دهد. تو بچه ای تو هیچ مدرسه و دبیرستان و دانشگاهی درس نخوندی که وقتی گرسنه بشی گریه کنی، وقتی که سیری باید بخندی، برای که خدا خنده و گریه رو به بچه یک ماه روزه یاد میده که وقتی که سیره بخنده لبخند بزنه تا مادر خاطرش جمع بشه بچه مشکل نداره. وقتی گرسنه میشه خدا گریه رو میاره که آی مامان این بچه نیاز به شیر داره، به دادش برس. این همه اعضا و جواره، این همه باغ و بستان، شما که نخل خرما دارید
و نخل و باسقات، قرآن عظیم الشان میفرماید نخل ها رو نگاه بکنید، چوب خوش داره میره بالا، بالا نگاه میکنید 3 متر 4 متر خرماهای رنگارنگ، یکی قرمزه، یکی زرده، یکی سبزه، آب و کی برده اونجا، رنگ و کی برده، کدوم نقاش آمد اونجا رنگریزی کرده، و این مزه شیرین و که گذاشته اونجا. سبحان الله. در این نعمت ها تفکر فی آلاء الله ولا تفکر فی ذات الله، در ذات خدا فکر کردن درست نیست، در نعمت های خدا فکر کنید تا خدا رو بشناسید، چون که به ذات خدا کسی نمیتونه فکر بکنه، چون که عقل ما محصوره و محدوده و کمه و گنجایش اون چنانی رو نداره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. وقت داره با سرعت بسیار داره میگذره، پس من چکار کنم؟ موضوعم میمونه، ولی میخوام بگم به این جوانها، به این دلبندان، به این همسن و سالان که تو رو خدا به غیر از خدا به کسی دیگه فکر نکن. هر جا که قرار میگیری به همه موجودات دور بر خودت نگاه بکن و فکر بکن. حضرت بلال حبشی میفرماید آمدم طبق روال شبها به مسجد النبی برای اذان، ولی دیدم که قبل از ورود من مسجد یه فردی در تاریکی شب گریه میکند. گفتم خدا یا این دیگه کیه؟ وقتی که جلو رفتم و جلو و جلوتر دست زدم، دیدم رسول نازنین اسلام سر رو به سجده گذاشتم و میگرید. گفتم یا رسول الله این همه گریدنت از بحر چیست؟ این همه نالیدنت از بحر چیست؟ چرا میگریی؟ گفت ای بلال، دیشب آیه نازل شده که اگر امت من نسبت به این آیه بیتوجهی بکند کلکشون کنده است. اون آیه چیه؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. همانا در خلقت آسمان ها و زمین، در خلقت این پدیده ها و این کائنات، همه آیاتی هستند برای صاحبان عقل، برای کسانی که عقل دارن، برای کسانی که خرد دارن، برای کسانی که به خدا ایمان دارند. اونهایی که خدا را میشناسه اینها را باید ببینن. این زمین، زمین خشکه، همش هم یکسانه، ولی هر جا یک گیاهی در آمده، یک گیاهی در آمده، هر جا یک سبزی در آمده با مزه خاصی، با طعم خاصی، با رنگ خاصی، این همه گلها. 6 میلیارد انسان در دنیا آمده جوان، فقط این آخر رو در بحث توحید بگم، هر کس هر چقدر از شما نقاشی رو و در فن هنروری مهارت داشته باشه، میتونه نهایتش 10,000 تا عکس و یا شکل متفاوت بکشه. بعد از 10,000 تا متفاوت نمیشه دیگه، همه مشابه میشن. ولی 6 میلیارد انسان تو دنیا هست، 2 نفر رو پیدا نمی کنید که کاملا شبیه همدیگر باشه. میتونید پیدا کنید کاملا شبیه همدیگر باشه انسان نتونه تشخیص بده؟ این چه دستگاه آفرینشی است؟ این چه ذاتی است؟ و اختلاف السنتکم و اموال و الوانکم، زبانهای مختلف، گویشهای مختلف، فرهنگهای مختلف، همه اینها برمیگرده به ذات خدای متعال سروران عزیز. بسیار توجه بکنیم، از این خاک نگاه بکنیم، به قول اقبال دلا رمز حیات از غنچه آموز، که حقیقت در مثالش بی مثال است، ز خاک تیره می روید ولیکن نگاهش بر شعای آفتاب است. پس جوانان عزیز، نتیجه بحث ما اینه که ما باید اول خدا را بشناسیم، و در هر کجا، چه در مشکلات و چه در شادی، از الله کمک بخواییم. بلاغه دنبال پیر و زیارت و ملا و آقا و قوس و فلان و اعتقاد بر اونها رو ول کنید، ما دنبال وسیله نمیگردیم، چون که تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو مدد میخواهیم. پس اگر فقط قول میدید که از خدا مدد بخواید، یک تکبیر بلند عنایت کنید.
این اولین ارمغان پیامبر خدا، چی؟ توحید و خداشناسی. دومین ارمغانی که آن حضرت برای بشریت به ارمغان آوردن، وحدت، اتحاد، انسجام و همگرایی در میان طوایف، ملل و طبقات. میدونید شما وضعیت عرب رو قبل از تلألؤ و درخشش خورشید اسلام؟ آیا مگر غیر از این است که بشریت قبلا در انحصار ملیگرایی و ناسیونالیستی و طوایف و قبیله ها و اسم ها و زهی زهی ها بودند؟ آیا مگر فراموش کردید که اوس و خزرج چقدر با همدیگر درگیر بودند و قریش غیر از خودشون رو قبول نداشتن و اصلا عرب به بقیه میگفتن عجم؟ عجم یعنی گنگ، یعنی حیوان. عرب ها غیر از خودشون رو کسی دیگر رو به عنوان انسان قبول نداشتن. اما رسول خدا با منشور جاویدان الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بر تفکر منحط جاهلیت خط بطلان و خط قرمز کشید که آگاه باشید پروردگار شما یکیست. از هر قبیله‌ای که هستی، از هر طایفه‌ای که هستی، پدر شما آدمه و آدم از خاکه و نزد خدا کسی ارزش و احترام و بها دارد که تقوا بیشتر داشته باشد. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. و کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. شما دشمن بودید، وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خودتون غنیمت بشمارید و یاد کنید اون زمانی که دشمن بودی در میان همدیگر دستهایتون به خون یکدیگر آلوده بود. فألف بین قلوبکم، خدا در میان قلبهای شما الفت انداخت. فأصبحتم بنعمته اخوانا. سبحان الله، چه تعبیر قشنگی داره. عداوت ها نه تنها تبدیل به محبت شد، اختلافات نه تنها تبدیل به وحدت شد، دشمنی ها نه تنها تبدیل به رأفت شد، کینه توزی ها نه تنها تبدیل به عطوفت شد، بلکه شما اخوان قرار گرفتید، با همدیگر برادر شدید. به قول اقبال، ما مسلمانیم و اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل، اصل ملت در وطن دیدن که چه، با دعا آب و گل پرستیدن که چه، بر نسب نازان شدن نادانی است، حکم او اندر تن و تن فانی است. ملت خوب گوشتید، ملت ما را اساس دیگر است، این اساس اندر دل ما مزمر است. حاضریم و دل به غای بستعیم، زین سبب با یک دگر پیوستعیم، تیر خوش پیکان یک کیشیم ما، یک نما یک بین یک اندیشیم ما، مدعای ما معال ما یکیست، طرز و انداز خیال ما یکیست، ما ز نعمتهای او اخوان شدیم. خدا خیرت بده اقبال، آیه قرآن رو ترجمه میکنه. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم، دل به محبوب حجازی بستیم، دل به رسول الله بستیم. دل به محبوب حجازی بستیم، زین سبب با یک دگر پیوستیم، نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست تا به
پیوند نسب پیوند ما، گر نسب را جزء ملت کرده ای رخن در کار اخوت کرده ای، اسب دست توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود، همچو سلمان فارغ از باب و ام و امام باش، همچو سلمان زاده اسلام باش. از سلمان پرسیدن تو فرزند کی؟ گفت انا ابن الاسلام، من فرزند اسلامم و فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. مشرکین مکه، یهود و نصارا، منافقین همواره در پی این بودن این وحدت و همگرایی و اتحاد و انسجام رو رخنه ایجاد کنن و بتوانن شیرازه وحدت مسلمین رو از هم بپاشن. همواره در فرصت بودن، در جستجو بودن و در کمین بودن، نمیخواستن وحدت رو. میدونستن که رمز موفقیت، رمز خیزش و سبب پیروزی فرزندان مسلمانان وحدت و اتحاد و انسجام و همگرایی است. در غزوه حنین، یک از مثال‌ها رو بزنم، در غزوه حنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم غنایم جنگی رو در میان قریش تقسیم کرد و به انصار چیزی رو نداد، به این تازه مسلمونا داد. خوب گوش بدید که چقدر کفار همیشه متنصر بودن، ولی مسلمونا بیدار، چقدر اونها مست بودن و مسلمونا هوشیار، و امروز مسلمونها چقدر خوابن و دشمنان ما بیدار. معکوس شده، نتیجه هم برعکس دیگه. منافقین از فرصت استفاده کردن، رفتن پیش انصار، گفت بابا این محمد کسی رو نداشت، شما او رو جا دادید، قومش او رو بیرون کرد، شما احترامش کردید، در مکه جا نداشت، شما خورات رو در اختیارش قرار دادید، حالا که غنایم به دست اومده اینها رو در میان اطرافیان و اقوامش تقسیم میکنه. عجب، عجب محمدی دارید، عجب پیامبری دارید. الله علیه و سلم الی رحالکم. آیا شما دوست ندارید که سایر افراد و ملت ها و طوائف با گاو و شتر و گوسفند و بنز الگانس و ارسلت خدمت و طلا و نقره و پول و مال برن به خودهاشون برگردن و شما انصار با محمد رسول الله برگردید؟ صحابه وقتی اینو شنیدن، بعد دنباله سخنانش، الناس و دثار و الانصار و شعار، همه مردان به منزله پیراهنه ولیکن انصار به منزله زیرپوشه، یعنی نزدیکترین جامعه به عضوه، همه با هرچی میرن ولی شما با رسول الله صلی الله علیه و سلم میرید. انصار همه زنن زیر گریه، گفتن رضینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمتا بحد لنا، ما راضی هستیم که بهترین قسمت نصیب ما بشه اون وجود و حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. حالا میخوام اینو بگم که سروران عزیز، آری رمز موفقیت مسلمانان عصر صحابه در این مورد بود، در اتحاد و انسجام، ولیکن رمز شکست ما مسلمانان در عصر حاضر عدم اتحاده. باور بفرمایید، افغانستان، چچن، کشمیر، عراق، افغانستان هرگز آماج حملات ددمناشانه و وحشیانه کفار و یهود و نصارا قرار نمی گرفتن، مگر زمانی که ایرانی ها ایرانی شدن، عرب ها عرب شدن، کرد ها کرد شدن، ترک ها ترک شدن، افغان ها افغانی شدن، این مرزهای لامصب آمد در میان جوامع بشری و مسلمان ها رخنه ایجاد کرد به عنوان مرز، همه رو از هم پراکنده کرد. اون موقع هر کدوم مثل یک گوسفندی در دام اسیر، در دام و اسارت گرگ خونخوار و گرگهای خونخوار در آمدن، و این وضعیت است که داریم میبینی. به خدا قسم اینها خوب فهمیدن. امروز آمریکا هرگز تو افغانستان دنبال نفت افغانستان نیست، و یا در عراق دنبال سرمایه های مادی، منابع طبیعی نیست، بلکه باور کنید، وگرنه چه کاری داره به بچه های کوچک؟
از این بچه های کوچک نفت در میاد، از این بچه هایی که تو پستان مادرش، دامان مادرش داره شیر میخوره، از اون طلا در میاد؟ نه، اون میگه خالد ابن ولید پدرای ما رو کشت، ما هم اینو میکشیم تا انتقام پدرامونو بگیریم. چرا ما داریم تفسیر غلط میکنیم؟ بسیار متوجه باشیم. همه رو از هم جدا کرد، دید که با همه جامعه بشری نمیتونه. قصه ای داره مولانا روم رحمت الله علیه، خیلی زیباست. میگه که یه باغبان بود، باغبان آمد در باغش رو باز کرد، دید ماشاءالله سه نفر نشستن تو باغش، پا رو رو پا گذاشتن و دارن از میوه های باغش میخورن. با خودش چی گفت؟ گفت که اگر من با هر ستا یک جایی در بیفتم، کلکم کنده هست، کلا پس مرکه، در مرگ خودم تردیدی ندارم. حالا این سه نفر کی هستن؟ یکی که مولانا صاحبه، ماشاءالله باریج آمده دزدی، وقتی به علمای ما بر نخوره. یکیشون صوفی صاحب بود با یک تسبیح بزرگ. آه از این سوداگران دین فروش، صوفیان در رند گرگ و مودراز، گرچه اندر خانقان ها هایوهوست، کو مسلمانی که صحبا در کردوس. از اون صوفیا بود. دیگری چیه؟ آقا سید با کلاه سبزش نشسته. خوب ماشاءالله، خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، اصلا باغ ما رو شما منور کردید، ما رو شما در خدمت شما. جناب مولانا تو که واقعا لطف کردید تشریف آوردید، ای والله. در پی ترفند بود، بعد گفت که جناب صوفی صاحب، این صوفی ها بعضی هم میدن ساده تر هست، گفت صوفی صاحب این که عالمه نمیشه بهش دستور بدیم، نشسته مولانا هست، مفتی صاحب الان حکم کفر میده، ایشون هم که سیده و میگه من آقازاده هم، کلاهی سبزشو مگه نمیبینی این شال دور گردنش؟ برو تو مقداری اونجا فرش هست، فرش رو بردار بیار زیر پای مولانا بنداز، که این خیلی خطرناکه، زشت داخل رو خاکا نشسته. صوفی که رفت، این در افتاد با مولانا و با سید، گفت شما جناب مولانا که خیلی خوش آمدید، خداییش اگه تو بگی این باغ من حرامه، خب حرام میشه همش، اصلا تو شرع ما دست توست، تو هرچه دستور بدی همونه، پس این باغ من اختیار تو، اینم که دیگه فرزند پیغمبره. ولی همین صوفی از کجا با شما آمد؟ ای اصلا شما خجالت نمیکشه با این راه میرید؟ بیام یه کار بکنی اینو بندازیم بیرون، اون موقع باغ با میوه‌هاش بین ما شما سه به سه تقسیم. انسانم که حریص بیچاره. گفتن خوبه. گفت پس شما بشین من میرم میندازم. آمد جاش، گفت صوفی زای، گفت چیه؟ گفت مرتی که به تو جنید بغدادی دستور داده بود که وارد باغ مردم بشی، یا حسن بصری، با اجازه کی وارد باغ شدی؟ گفت ببخشید ما با حرف جناب مولوی آمدیم. گفت غلط کردی تو، مگه جا شهر هرته؟ بازار مشترک، هر کس بیاد. اینو خوب گرفت زد از باغ انداخت بیرون، در حالی که شلاق میخورد گفت که آنچه من خوردم شما را خوردنیست، این چنین خوردن سزای هر دنیست، رفت بر من بر شما هم رفتنیست، چوب قهرش مر شما را خوردنیست، اون چی که من خوردم شما منتظر باشید. گفت برو گفت شو اینا رو چرا بزنم. بعد آمد گفت که جناب مولوی شما که نیاز به غذا دارید؟ نه. گفت بله. گفت این سید رو بفرستید بره غذا درست کنه. آقای سید شما بفرما، با مولوی که نمیتونیم دستور بدیم. این رفت دنبال غذا، بعد به مولوی با دو مرتبه جملهش تکرار کرد، خیلی خوش آمدی، واقعا لطف کردی، اصلا امروز باغ ما یک تلاوت خاصی گرفته. ولی همین سید از کجا معلوم اولاد پیغمبره؟ گفت که کلاه سبز مگه نمیبینی این آر میشه؟ گفت بابا ولش کن، به آرم چه کار داری؟ این باید بیار نسبنامه‌شو بیاره. نسبنامه‌شو نشون داده به؟ گفت نه نسبنامه‌ش نگاه. پس گفت اعتباری نداره. گفت چرا تو شناسنامه‌ش نوشته سید مهدی فلانی؟ گفت بابا ولش کن، تو شناسنامه خیلی چیزا می‌نویسه. گفت چیکار کنم؟ گفت ولش کنی بره، بعد دیگه بین من و تو تنهاست. رفت، گفت پس خیلی خوب. رفت پیش سید، گفت مرتی که تو اولاد پیغمبری، به تو امام جعفر صادق دستور داده بیا اینجا، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کی به دستور داده مرتی که بیا اینجا؟ اینا هم زد از باغ انداخت بیرون. اینا هم هرچه مولوی صاحب گفت، مولوی دیگه میگفت هر کسو بزنه دیگه به مولانا صاحب کسی حق بی حرمتی نداره دیگه. بعد که اون که رفت جای جناب مولوی آمد، یقشو گرفت، گفت ابو حنیفه به دستور داده تو امام شافعی. مرتی که پر رو
تو اشتباه گفت من مفتیم، گفت تو بیجا میکنی با مفتیگری، واقعا مفتت گرونه چه برسه با مفتی بودنت. اینو همزد انداخ بیرون. برادران و فرق اسلامی، شیعه و سنی، اطراد حنفی، جعفری، شافعی، مالکی و حنبلی، همه دارای حرمتن. دارای حرمت یعنی چی؟ کسی نباید احترام اونها رو بشکنه، کسی نباید قلب اونها رو داغدار کنه. آخه ما در هفته وحدت چطور از وحدت حرف بزنیم که در حالی که در کاشان قبر ملعون و کافر و کثیف و نجس ابو لؤلؤی که عمر فاروق را شهید کرد، ما چطور در مورد وحدت بیام حرف بزنیم در حالی که قاتل عمر فاروق قلب مسلمونا، جگر گوشه بچه کوچک سنی که به نام عمر افتخار میکند، قاتل عمر رو طواف و زیارت کنن؟ آره، تکبیر الله. بله سروران، این دیگه وحدت معنایی نداره. اگر چیکار الحمدلله شنیدم پلمش کردم، به اصطلاح این پلم دیگه چه معنایی داره؟ اولا که عزیزان کدوم عقل باور میکنه اون ملعونی که همونجا تو مدینه خودشو به درک واصل کرد هواپیمای پدر ابو لؤلؤ بود که جنازه‌شو تحویل ایران بده؟ یا فرشته شد خداییش بال در آورد اونجا به درک واصل شد، سقط کردن به جهنم فرستادنش. حالا آمدید اینجا بارگاه درست میکنید و بعد برای اینکه دل مسلمونای عالم رو به اصطلاح خوش بکنن پرم میکنن. به نظر من همین فردا باید نه تنها بولدزر از کف بلکه از 70 متر زیر زمین اون رو برای همیشه تخریب کنن. بس یاده در مورد وحدت، باید رسانه های گروهی متوجه حرف هایی که میزنن باشن. حق نداره از هر اراجیف بافی بلند بشه و به اصطلاح خودش رو اندیشمند معرفی بکنن و به معتقدات اهل سنت اهانت بکنه. ما اعتقادات ما خیلی اهمیت داره، از هر چیز میگذریم غیر از عقیده. آخر عقیده به منظره سر تو بدنه، بدنی که سر نداشته باشد ارزش نداره. ما چطور دم از وحدت بذاریم در حالی که در تهران بون عظمت که قریب میلیون و بالای میلیون اهل سنت زندگی میکنن 4000 یهودی از 4000 یهودی 2000 یهودی 4 معبد دارن. اون وقت اهل سنت داخل تهران ام القرای جان اسلام مسجدی نداشته باشن؟ این وحدت واقعا؟ پس بیاییم وحدت رو فقط در هفته وحدت مراد نکنیم. که گرچه که 3 اعلام عزت، سومین اولی چی بود؟ یاد تو نرفته نه؟ اولی ارمغان پیامبر توحید، 2 وحدت، 3 اعلام عزت و سربلندی و قدرت و شوکت و عظمت. عرب خیلی ذلیل بودن، عرب خیلی پست بودن. به قول فردوسی از زبان کسرا پادشاه ایران صحبت میکنه که وقتی این عربهای پا برهنه اومده میخواد حکومت ایران رو نابود بکنه، میگه زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. عربی که غیر از شیر و شتر و گوشت سوسمار دیگه غذایی رو به رسمیت نمیشناختن، حالا میاد اینجا به دربار ایران بدون نگاه به دبدبه و کبکبه و قدرت و عظمت و پوشال ایران شمشیر گذاشته فرشها رو پاره میکنه، میاد جلو میگه که چی میخوای؟ پول میخوای؟ بردار. اسب میخوای؟ طلا میخوای؟ نه، ما آمدیم قوم عزتمند شما را به عزت و سرفرازی و سربلندی واقعی برسانیم. الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. خدا ما را فرستاده تا شما را از بردگی نجات بدیم. این ذلته. درست دوره بر تلاست، مثل مرغی که تو قفس طلایی داره زندگی میکنی. مرغ اگر تو قفس طلایی هم باشه دوره برش طلابینه برده است. تا کی باید برده مال و پول و این مسائل باشیم؟ به بشریت عزت داد در طول
چند سال تونستن بزرگترین امپراتوری های متمدن و مقتدر اون زمان رو به زانو بنشونن. کار شوخی نبود و الان هم همینطوره، به خدا الان هم همینطوره. اگر مسلمان ها بخوان، مسلمانان بپاخیزید که عزت باز می آید، که روح مرده و آن معنویت باز می آید. اگر شمشیر در کف باشد و مردانگی در دل، همان فتح مبین و سروریت باز می آید، باز میاد. و چهارمی و آخری، مبارزه با ناامیدی و تشاؤم. همین حرف رو بزنم جناب مولوی تمام انشالله. مبارزه با ناامیدی. خیلی امروز یک مؤذن بزرگی شده ها جوون ها. حالا دیگه یک دو دقیقه میخوام جوونی صحبت کنم. ناامیدی و یأس به شدت جوانان ما رو افسرده کرده. به جوان میگه آقا بیا نماز بخون. ولش کن بابا، نمازهای ما دیگه کارگر نیست. هر چه نماز میخونیم یه آقا پسر یا آمد پیشم از یکی از شهرستان ها، گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفت خدا که میگه اینقدر تو توکل داشته باش، دعا کن، عبادت کن، من حاجت تو رو برمیارم. هر چی میخونم خدا حاجت منو بر نمیاره. گفتم چی شده؟ چه حاجت مهمی دارید؟ حج میخوای بری؟ جهاد میخوای بری؟ به خدا میخوای برسی؟ گفت نه، یک دختر 18 ساله خوشکلیس عاشقش شدم، 3 سال دعا میکنم ولی اونم دعا میکنه، منم دعا میکنیم، به هم نمیرسی. گفتم بابا، گفت دیگه نماز نمیتونم بخونم به خاطر یه دختر. ای بیچاره، این سر تا پاش طلا باشه دیگه چیه؟ انقدر زیاد از اینا تو خیابونا، برو جمع کن برای خودت، مثل خود کشمش برس تو جیبت. البته یکی دو تا سه تا و چهار تا دیگه، بیشتر نه، اون با عقد اسلامی. این یأس آمده. آقا هر جا مشتی بابا بیرون فرق مسلمان فرود میاد، هر جا ماشه‌ای چه کاری نمیشه در قلب مسلمان ها نشانه میگیره، هر جنامی از فقر و فلاکت بدبختی و حلاکت سرزمین مسلمان هاست. پس چه فایده از این اسلام؟ این حرف جوون هاست. مثل این میمونه که انسان یک جاده رو از دور میبینه که دور برش پر از درخته، از دور که نگاه میکنه این جاده بسته است. خب اگه این آقا بنشینه اینجا بگه آقا این جاده بسته است، میتونه بره به جایی؟ تو برو جلو. اگر جاده بسته بود درسته، به چشمش بسته میاد ولی در حقیقت بازه. این امیدوار ناامیدی ها را تبدیل به امیدواری کنید، برید جلو. به خدا قسم که خدا دستتونو میگیره. و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. از رحمت خدا غیر از گمراهان کسی دیگه ناامید نمیشه. ناامید از رحمتت شیطان بود. لا تقنطوا من رحمت الله، لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، یا اگه اشتباه نکنم الا القوم الفاسقین. خیلی مواظب باشید سروران عزیز. مرگ را اقبال، بریم تو دانشگاه. مرگ را سامان ز قطع آرزوست، زندگانی محکم از لا تقنطوست، تا امید از آرزوی پیهم است، ناامیدی زندگانی را سم است. زندگی را یأس خواب‌آور بود، این دلیل سستی عنصر بود، چشم جان را سرمه‌اش اعما کند، روز روشن را شب یلدا کند، از دمش میرد قوای زندگی، خوش گردد چشمه‌های زندگی. نباید ناامید باشیم در هیچ مقطع و در هیچ عرصه‌ای، چه در عرصه سیاسی نباید ناامید باشیم. به خدا عزت از آن اسلامه. به قول اقبال، ای دلیران وطن قربان ایمان شما، میخورد در قلب دشمن تیغ بران شما، ای جو چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما.
خیلی قشنگ میگه انشالله میرسه اون مرد و خواهد رسید، و نه در قسمت اجتماعی و نه در قسمت مذهبی. حتی ما هر چقدر مورد فشار قرار بگیریم، به نظر من ناامید نباید باشیم. ناامید هم مباش که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیدن. بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. هرچه فشار بیاد، هرچه تحت محاصره قرار بگیریم، هرچه تحت ایذا و توهین اهانت قرار بگیریم، هر توهینی صد تا جوان رو بلند میکنه و زنده میکنه. اصلا ناامید نباشید، خم به ابرو نیارید، بگذارید، هیچ مشکلی نداره. پخ شده همه جا خیرشایی رو زندان کردن، زندان کردن، میبینی من زنده هم، هیچ مشکلی هم ندارم. و تازه زندان بشم، آخر کسی که فدای عقیدش بشه، کسی که فدای محبت ابوبکر و عمر و عثمان بشه، نه تنها زندان بلکه به خدا شهادتم براش افتخاره. خیلی مهمه این مسائل، نباید یأس بیاره، ناامید باشه. باشه رفت، همه ی علمای ما رفتن، هر کس امروز فوت بکنه دیگه از مولانا محمد عمر کیو من و شما بهتر داشتی؟ با خدا دیگه مادر از دامان خودش محمد عمری به دنیا نخواهد آورد. من و شما دیدیم اگر دیگران ندیدن. و نه در قسمت اخلاقی جوون، با امید نباش، برگرد، گناه کردی، معصیت کردی، جوونی کردی، اشتباه کردی، بازا بازا، هران چه هستی بازا، گر گبر یهود و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا، برگرد بیا، اگر هرچی گناه کردی دستو بذار اینجا و مردانه امشب با خدا بیعت کن، بگو پروردگارا دیگه دست نمیذارم، اگر زنا کردم نعوذ بالله، اگر به چشم نامحرم نگاه کردم، اگر خدایا موسیقی مبتذل گوش کردم، دیگه بس توبه میکنم. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیر کردی، تیره کردی آب را، افزون مکن. هرچه داری در دل از مکر رموز، پیش حق پیدا بود مانند روز. لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. حالا جوانهایی که مردانه قول میدن امشب یه توبه نسو، یه توبه دست جمعی، یه پشیمانی و ندامت و یک بیعت مستقیم با الله، دست ها رو برن بالا انشاءالله. ما شاء الله موفق و مؤید، سر بلند و پیروز باشی. سروران چون که من میدونید دوستان در نصیر آباد منتصرن، وقت ما بسیار محدوده، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. دعای بسیار مختصر، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب